یکی از حادثات دردناکترین و غم‌انگیزترین حادثات حادثه چهارشنبه سیاه بود که در او حادثه چهار سال پیش حادثه المناک تروریستی که بالای همکاران ما، همکاران موبی گروپ صورت گرفت که ما 7 تن از همکاران عزیز خود از دست دادیم. روی تمام شهدای گلگون کفن این سرزمین شاد و یادشان هم گرامی باد و کسایی هم که در بستر مریضی هستند برشان آرزوی صحت و سلامتی را داریم. بله. می خواهیم که امروز بیشتر صحبتهای داشته باشیم در رابطه با 4 سال گذشته، 4 شنبه سیاه صحبت داشته باشیم و مهمان ما هم در این بخش. بله، مهمان ما در این صحبت آقای زلمه اکبر هستند، رئیس منابع بشری موبی گروپ. صبحتان بخیر، خوش آمدین. صبح بخیر، تشکر، زنده باشید. سلام به شما و بینندگان عزیزم. بسیار خوش آمدین آقای اکبر. 4 سال گذشت. در این 4 سال موبی گروپ به خاطر زنده نگه داشتن یاد خاطرات همکاران ما چه کارایی کرده؟ در حادثه المناک 20 جنوری 2016 که بالای موتر موبی گروپ حمله قرار گرفت و 7 تن از همکارای ما شهید شدن و 18 تن دیگه مجروح شدن و شدید زخم برداشتن. ما همکارای ما که زخمی شدن چندین بار ما در افغانستان تداویشان را پیش بردیم و همچنان خارج از کشور و چندین ممالک ما به خاطر تداوی بیشتر اونا چندین بار اونا را ما به تداوی بردیم و تداویشان هم فعلا هم ادامه دارند. و همچنان همکارای ما که شهید شدن به فامیل از اونا ما از روزی که حادثه صورت گرفت از اونم تاریخ تا 10 سال بعدی ماش همکارای شهید ما به فامیلاشون پرداخت میشه. بله، من میخواستم این موضوع را اشاره کنم آقای اکبر که آیا ارتباطی موبی گروپ داره فعلا با فامیلای شهدایی که رخ داد و اتفاق داد؟ چه ارتباطی است فعلا با این فامیل ها؟ امرای فامیلا به تماس هستیم ما. دو هفته بعد در ماه خود یک بار 100% اونا را میبینیم، ماشون را برشان پرداخت میکنیم و در این حالت و چیز مشکل داشته باشه و ما بتانیم مشکلشان را حل کنیم، برشان حاضر هستیم، مشکلاتشان را حل میکنیم. همچنان اکثریت تعداد شهیدان ما که شهید شده یکی از عضو فامیل از اونا را ما در موبی استخدام کردیم، ماش از اونا هم پرداخت میشه و همچنان یکی از عضو فامیلشان که ما در موبی گروپ اجرای وظیفه میکنه و کار میکنه که ما دیجاست. آقای اکبر، این حمایت ها همچنان ادامه داره برای فامیل های شهدایی که در حادثه المناک تروریستی که در چهارشنبه سیاه جان خود از دست دادن؟ بله، کمک های ادامه داره و از روز حادثه تا 10 سال آینده ما همراهشان به طور ماهوار و ماشون برشان پرداخت میکنیم و همچنان مصارف اضافی از اونا را ما به عهده خود گرفتیم، مثال اولادشان که به مکتب میره، فیس مکتبشان، فیس کودکستانشان و همچنان حتی فیس دانشگاهشان ما در صورت نیاز پرداخت میکنیم و دیگه کمک ها از طرف موبی گروپ. مثلا چه نوع کمک های دیگه صورت گرفته همراه فامیل های اینا؟ کمک های دیگه کی است که هر سال ما برشان همی مراسم فاتحه را میگیریم و همه مکمل مصارف فاتحه به دوش ما میباشه و مصارفی که اگر هر فامیل علاقه مند ازی بودن که هم قبرهای همکارای شهید ما را جور کنه، اونا را ما بازسازی کردیم، جور کردیم مصارف برشه و همچنان اگر کدام عریضه خاص اونا داشته باشه، نیاز به کمک بدون از ماش داشته باشه یا به کمک دیگر از طرف موبی گروپ، ما هر وقت برشان حاضر بودیم و امراشان کمک کردیم. بله، یک اشاره کردین به زخمی های این حادثه تروریستی، وضعیتشان فعلا چگونه است؟ خیلی از همکاران ما در او حادثه به شدت زخمی شدن و حتی نیاز بود که بعد خارج از کشور فرستاده شوند برای تداوی و همین تداویشان یک دو سه سال هم بعد ادامه می داشت. در این مورد می خواهیم برامو بیشتر بگی زلمه جان. ما چندین بار اینا را به خارج از کشور به خاطر تداوی بردیم و خودم همراهشان بودم، ما همچنان یک تیم خاص داشتیم و خودتان کسی بودین که ارتباط نزدیک با ای فامیلا داشته؟ بله، 24 ساعت ما در شبخانه همراهشان می بودم در طول که در اوجا بودیم، خارج از کشور بودیم و خصوصاً پروسه تعقیب تداوی بسیار مهم و ارزشمند از زلمه جان که بسیاری از همکاران ما ضرورت بود که یکی دو سه بار بعد برن برای تعقیب تداوی خود این صورت گرفت. ما همکارای ماست که بیشتر از 8 بار 7 بار ما به خاطر تداوی خارج از کشور اونا را روان کردیم.
دیتی تعداد زخمیان یک تعداد همکارای ما است که یکی از همکارای ما دو چشم خود از دست داد و متاسفانه که کور شدن و همچنان یک همکار دیگه ما است که یک چشم خود مکمل از دست داده و چشم دیگهش 10% دید کرده میتونه، تنها روشنی را میتونه ببینه. همکارای دیگه ما بود که هم زخم برداشته بود اما خوشبختانه حالت سیشان فعلا بسیار خوب هستند و اکتداد زیادشان همراه ما پس وظیفه را اشغال کرده و ایفای وظیفه میکنه دمو بگیریم فعلا که ما کار کرده هستند. بله، پیام آخری تا ناقای زلمه چی خواد بود و یک نکته دیگر هم میشه کوتاه اشاره بکنین در حادثات مختلف مثل شش ترک، حادثه چارای زنبق، دشت برچی، چندین همکار خود ما از دست دادیم. آیا همین کمک ها به فامیل های اونها هم صورت گرفته؟ موبی پلیسی یکسان به همه همکارای خود داره. در حادثه چارای زنبق، در حادثه ششترک و در حادثه دشت برچی که چیکه همکارای ما را از دست دادیم، به فامیل های اونها هم همچنان ما همین خدمات هم میتیم و اقارب از فامیلایشان یا عضو فامیلایشان در موبی هم استخدام کردیم که همراه ما ایفای وظیفه میکنه. بله. و فعلا که ما کار کرده ریست. در پایان حرف پایانیتان پیامتان چه خواد بود؟ ما قوی تر از اینکه قوی تر سابق قوی بودیم، حال بیشتر قوی شدیم، قوی تر شدیم و اتحادثات جلو ما را گرفته نمیتونه. ما به خاطر آزادی بیان کار میکنیم و موبی خدمات خود به افغانستان، به مردم افغانستان ادامه خواهد داد. بسیار تشکر. زنده باشید. بله، بعد از وقفه با شما خواهیم بود در ادامه برنامه.